مراسم ختم جمشید مشایخی دیروز در مسجد جامع شهرک غرب با حضور سلبریتی ها برگزار شد. عادل فردوسی پور هم در این مراسم حضور داشته. چیزی که الان میخوام بهتون نشون بدم استقبال از عادل توسط طرفداراشه. آقا نکنی. گفتم عادل، اینو الان یادم افتاد بگم. یادتونه دیروز ویدئوی سورپرایز کردن عادل رو توسط عوامل 90 بهتون نشون دادم؟ حالا الان این عکس پر از غم از لحظه روبرو شدن عادل با عوامل 90 حسابی وایرال شده. پرویز پرستویی این دوتا عکس رو با عنوان بدون شرح منتشر کرده. مهناز افشار هم یه ویدئو از همون شب همراه هشتگ عدالت منتشر کرده و گفته 3-2-1 بخند. به دنیا اومدیم واسه هم، به فردا برسیم و نه بدم، نه تو آدم و حال قشنگ تو هم. محمود شهریاری هم اپلیکیشن هایی که صدا و سیما به خصوص در برنامه های ورزشی معرفی میکنه رو تا بازگشت عادل فردوسی پور تحریم کرده. سلام عرض میکنم هم میهنان عزیز و ارجمند. هرچند که با خودم وعده کرده بودم در موضوع دیگری غیر از سیل این روزها پستی نگذارم تا آلام همیهنان ما تمام بشه، اما دیدم که این موضوع الان وقتشه و بعدا دیر میشه. هنرمند عزیز کشورمون پرویز پرستویی از چهره‌های محبوب خواسته بودند که به برنامه‌های صدا و سیما نرن و تحریم بکنن تا مدیران این رسانه بدانند که هر برخوردی که دلشون خواست با افراد منتخب مردم مثل عادل فردوسی پور نمیتوانند داشته باشند. من میخوام پیشنهاد دیگری اضافه بکنم و از همه شما خواهش بکنم این اپلیکیشن هایی که صدا و سیما در برنامه‌هاش مخصوصا برنامه‌های ورزشی معرفی میکنه به هیچ وجه استفاده نکنید، تحریم کنید تا مدیران رسانه به این نتیجه برسن. در قسمت دهم فصل دوم سریال ممنوعه بهار افشاری رو باز هم سانسور کردن. این قسمتی که الان با هم میبینیم بدون سانسورشه. حالا الان با سانسورشه. ببین من باید چیزی ازت جدی بپرسم. بپرس. تو باید جدی جوابم بدی. بپرس. باید یه چیزی بگی که من دلم با خودم صاف شه. بهاره واکنش نشون داده و گفته من اصلا با سانسور یا توقیف چیزی دیگه مشکل ندارم. اصلا کل این سکانس رو در می آوردید. من با بی احترامی به شور و خلاقیت مخاطب مشکل دارم. من که حجابم اینجا از کل سریال کامل تره. پتو رومه در حالت نیمه نشستم. چرا فقط منو حذف می کنید آخه؟ بعد یه تیکه دستم رو می زارید. خب برادر من معلومه درست کشیدم و دارم حرف می زنم. بعد بازیگر پسرمونو یه جوری کراپ شده می زاریدش. انگار شیرین عقله. دور از جونشون داره با تشک حرف میزنه. صدای منم کتاب صوتیه که داره پخش میشه. آخه چرا؟ شما از این که میگن آنجلینا جولی با کالین فارل قرارهای عاشقانه میذاره خبر دارید؟ خبرگزاری دسان تیت زده که آنجلینا با براد پیت هم هنوز حرف میزنه. پس اگر با کالین داره قرارهای عاشقانه میذاره چرا رابطهش رو با براد پیت تموم نمیکنه؟ من نه ها، خبرگزاری ها گفتن آنجلینا و کالین یواشکی همو میبینن. برمیگردیم با ادامه برنامه با سحر و شبنم.